به نام خدا، سلام دوستان. محمد نسیمی فر هستم و در این آموزش که توسط مجموعه فرادرس در اختیارتون قرار میگیره، قصد دارم کار با سرویس گوگل درایو رو به شما آموزش بدم. و قبل از هر چیز یاد بگیریم که چطوری میتونیم وارد این سرویس بشیم. من مرورگر رو باز میکنم. قبل از هر چیز باید بدونید که سرویس گوگل درایو و سرویس های دیگه شرکت گوگل بر اساس جیمیل کار میکنن. بنابراین قبل از هر چیز شما باید وارد اکانت جیمیلتون بشین. پس من اینجا می نویسم gmail.com تا وارد این سرویس بشیم. بعد از اون وارد اون ایمیلی میشیم که من مخصوص این دوره درستش کردم به نام فرادرس تیوتوریال. وقتی که رمز رو بزنیم و لاگین بشیم اینجا، مشاهده میکنید وقتی که درون ایمیلمون باشیم در این قسمت یک سری آیکون ها وجود دارن. اگر شما در هر سرویس دیگه ای از شرکت گوگل حضور داشته باشین، به عنوان مثال اگر من وارد سایت گوگل بشم، مشاهده می کنید که این آیکون ها رو هم می بینیم. چند راه برای وارد شدن به سرویس گوگل درایو وجود داره. یکی از اون راه ها استفاده از این منو هست که مربوط به اپلیکیشن های گوگل هستش. اگر من روی این آیکون کلیک کنم، مشاهده میکنید که تمام سرویس ها و اپلیکیشن های گوگل رو در اینجا به من نمایش میده که یکی از اونها درایو هستش. اگر من روی درایو کلیک کنم، مشاهده میکنید که این آدرس رو باز میکنه و وارد گوگل درایو میشه. راه دیگه اون هم این هست که من مستقیما اینجا بنویسم درایو.گوگل.کام. اگر اینتر بزنم، مشاهده میکنید باز هم وارد سرویس گوگل درایو میشه. و نکته که وجود داره، اون اکانت گوگل درایوی رو باز میکنه که مربوط به جیمیلی هست که درون اون لاگین شدیم. البته این راه هم هست که شما اکانت های خودتون رو عوض کنید. به عنوان مثال من اگر این رو بزنم، اکانت های دیگه گوگل دارم. به عنوان مثال فرادرس تیوتوریال یک جیمیل دیگه هستش. اگر من روش کلیک کنم و ساین این رو بزنم، بعد از اینکه رمزم رو وارد کنم، مشاهده میکنید که این دفعه اون یکی اکانت رو درون گوگل درایو برای من باز میکنه که همونطور که میبینید من در اکانت دیگه یک سری فایل ها آپلود کرده بودم و در این اکانت هیچ فایلی ندارم و نشون نمیده. بنابراین این چند راه مختلف برای وارد شدن به گوگل درایو به اکانت های مختلف هستش. اما حالا توضیح بدیم که به طور کلی گوگل درایو چی هستش و چه امکاناتی رو در اختیار ما قرار میده. گوگل درایو یک بسته هستش که شامل دو ابزار بسیار مهم هست. اولین اون همون گوگل درایو هست که به ما یک فضای ابری میده تا بتونیم اطلاعاتمون رو درونش ذخیره کنیم. شما هر فایلی رو با هر فرمتی میتونید درون این فضای ابری آپلود کنید که این قابلیت رو به شما میده که فایل هاتون در یک فضای امن نگهداری میشن. به عنوان مثال مشکلات رایجی که ممکنه براتون پیش بیاد، مثل گم شدن فلش، سوختن فلش، از بین رفتن هارد لپتاپ و اتفاقای دیگه‌ای که ممکنه بیفته، در امان هستین و تمام فایل های مهم شما میتونن اینجا نگهداری بشن. از طرف دیگه شما یک محدودیتی دارین برای ذخیره فایل ها. گوگل درایو صرفاً اجازه 15 گیگابایت ذخیره اطلاعات رو به شما میده که اگر بخواید این حجم رو افزایش بدین، باید بابت اون به شرکت گوگل پول پرداخت کنید. اما با توجه به اینکه کاربرد این برای نگهداری فایل های مهم هست، مثل دانشجویانی که میخوان اطلاعات مقاله هاشون و یا پایان نامه هاشون که اطلاعات بسیار مهمی هستن رو اینجا ذخیره کنن، مشکلی از این بابت براشون پیش نمیاد. اما ابزار دومی که درون این سرویس ارائه میشه گوگل داک هستش. گوگل داک این قابلیت رو به شما میده که تمام فایل های آفیس رو بتونید درون گوگل درایو باز کنید و همچنین اونها رو ویرایش کنید. در واقع یک محیط و نرم افزاری شبیه به آفیس هستش که در ادامه دوره هم اون رو بررسی میکنیم. از طرف شما حتی قادر هستین که فایل های جدیدی از این نوع ها ایجاد کنید. به عنوان مثال اگر من بیام نیو، میبینید که از این قسمت ها میتونم گوگل داکس ایجاد کنم که در واقع از این قسمت یک داکیومنت ایجاد میشه. گوگل شیتس، اسلایدز که مثلا مثل پاورپوینت هستش و اینجا میتونیم اسلاید درست کنیم و انواع مختلف فایل هایی که هم میتونیم درست کنیم هم از بیرون آپلود کنیم.
دقت کنید این گوگل شیت، گوگل اسلاید زیر مجموعه هایی از گوگل داکس هستند که اون قابلیت های آفیس رو در اختیار ما قرار میدن. نکته جالبی هم که وجود داره، اگر شما فایل هایی از این نوع گوگل داکس داشته باشین، هیچ حجمی رو از اکانت گوگل درایوتون اشغال نمی کنه. بنابراین یک کار خوبی که میتونید انجام بدین این هست که فایل های از نوع آفیستون رو وارد گوگل درایو کنید و بعد اونها رو تبدیل به گوگل داک کنید تا هیچ حجمی رو اشغال نکنن، که در ادامه دوره هم به این موضوعات خواهیم رسید. از طریق گوگل داک شما علاوه بر این که میتونید فایل هاتون رو ویرایش کنید، حتی میتونید اونها رو شیر کنید با دیگران و حتی به صورت گروهی با افراد مختلف در جاهای مختلف دنیا روی اونها کار کنید. علاوه بر اون، گوگل درایو یک اپلیکیشنی بر روی دسکتاپ و کامپیوتر داره که با نصب اون، این گوگل درایو فضای ابری میتونه با اون نرم افزار سینک بشه و شما حتی درون اون اپلیکیشن اگر فایل هایی آپلود کنید و یا ایجاد کنید، درون این فضای ابری اینترنتی هم اون فایل ها سینک میشن و اینجا قرار میگیرن، که باز هم در ادامه دوره تمام این مباحث رو بررسی خواهیم کرد. اما حالا بیایم اینترفیس نرم افزار رو بررسی کنیم. در این نوار بالا شما میتونید بین فایل هایی که اینجا آپلود کردین جستجو انجام بدین تا فایل هاتون رو سریعا پیدا کنید. در این قسمت ها آیکون های مربوط به سرویس گوگل رو داریم. قسمت اول گوگل اکانت هست که از این قسمت میتونید اکانت مورد نظرتون رو انتخاب کنید، تنظیمات پرایوسی رو تغییر بدین و همینطور عکسی رو برای اکانتتون در نظر بگیرید. میتونید اکانت جدید اضافه کنید و یا از این اکانت خارج بشین از طریق گزینه ساین اوت. در این قسمت اگر نوتیفیکیشن داشته باشید میتونید اون رو نمایش بدین. بعد از اون منوی گوگل اپس رو داریم که میتونید از این طریق وارد اپلیکیشن های مختلف گوگل بشین. این قسمت گزینه مای درایو رو داریم که اگر بزنمش شما میتونید پوش‌های جدید ایجاد کنید، فایل‌های جدید آپلود کنید و یا فایل‌هایی از نوع گوگل داکس رو خودتون اینجا ایجاد کنید. بعد از اون اگر هر کدوم از فایل‌هایی هم که دارید انتخاب کنید، به عنوان مثال اگر من این فایل .png رو سلکت کنم، میبینید که یک سری آیکون ها اینجا نشون داده میشه که هر کدوم قابلیت هایی به من میده. به عنوان مثال میتونم اینجا یک لینک قابل شیر شدن بگیرم از این عکس که بعدم بتونم اون رو در اختیار دیگران قرار بدم، یا با یک شخصی از مخاطبینم اون رو شیر کنم، میتونم اون رو نمایش بدم، حذفش کنم و همچنین عملیات بیشتری که میبینید به این صورت در اینجا قرار گرفتن. از طرفی کنار اینها آیکون های دیگه وجود داره که مربوط به اینترفیس نرم افزار میشه. به عنوان مثال اگر این آیکون رو بزنم میبینید به حالت لیست در میاره فایلامون، و اگر دوباره بزنم به این صورت بزرگتر نشونشون میده. از طرفی گزینه ویو دیتیلز رو داریم که باعث میشه اگر هر کدوم از اینها رو انتخاب کردیم، یک سری اطلاعات رو در رابطه با اونها به ما نمایش بده. به عنوان مثال اگر این عکس رو انتخاب کنم، مشاهده میکنید به من نشون میده که در این تاریخ این فایل رو آپلود کردم. بعد از اون نشون میده که در این تاریخ یک لینک قابل شیر شدن از این عکس گرفتم و هر عملیاتی که روی این انجام دادم رو به من نمایش میده. اینجا قسمت اکتیویتی هست. اگر من وارد قسمت دیتیلز بشم، مشاهده میکنید که اطلاعات جزئی تری رو به من نمایش میده. به عنوان مثال تایپش که ایمیج هست، سایز اون، لوکیشنش که الان روی مای درایو هست ولی اگر توی یک پوشه قرارش بدم که بعدن این رو هم بررسی میکنیم، میبینید که نام اون پوشه رو در مسیر اضافه میکنه و اطلاعات دیگه‌ای که ممکنه به دردمون بخوره و اینجا نوشته شده، که حتی شما میتونید دیسکریپشن هم بهش اضافه کنید، یک توضیحاتی اضافه کنید و مواردی از این دست. اما اگر بیرون کلیک کنم، میبینید چون هیچ فایلی انتخاب نشده دیتیلز هیچ چیزی رو به من نمایش نمیده، اما اگر بیام اکتیویتی، میبینید اکتیویتی های کلی اکانت رو به من نمایش میده. مثلا میگه که فرادست.png رو در این تاریخ آپلود کردم، اینجا یک لینک واسش گرفتم، این قسمت یک فایل جدید رو کرییت کردم، درون گوگل داک ایجادش کردم و گزینه های دیگه و توضیحات دیگه که مربوط به اکتیویتی های اکانت هستش. من این رو هم میبندم. در این قسمت مشاهده می کنید که نوشته شده فایلز
تمام فایل هایی که ایجاد کردم و یا اونها رو آپلود کردم به من نمایش داده میشن که میتونم اونها رو ببینم و یا اگر رو هر کدومشون راست کلیک کنم میبینید یک سری قابلیت ها رو در اختیارم قرار میده. به عنوان مثال میتونم اون رو نمایش بدم، پریویو، اون رو بگم که میخوام با چی برای من باز کنه و گزینه های دیگه که در آینده اونها رو بررسی میکنیم. بعد از اون این منوی سمت چپ رو داریم. در این قسمت میتونیم گوگل درایومون رو با اون اپلیکیشنی که روی ویندوز هست سینک کنیم تا در واقع فایل هایی که به عنوان مثال در اون اپلیکیشن قرار دادیم منتها اینجا هنوز آپلود نشدن سینک بشه و اونها رو هم آپلود کنه برای ما. قسمت بعدی آپگرید استوریج هست. میبینید نوشته شده 1 مگابایت از 15 گیگابایت استفاده شده که این 1 مگابایت مربوط به این سه تا فایلی هست که من در اینجا آپلود کردم، چون این دو تا فایل از نوع گوگل داکس هستن و هیچ حجمی رو اشغال نمی کنن که من در آینده هم توضیح میدم. بنابراین شما اگر بخواید این 15 گیگابایت حجم محدود رو اضافه کنید میتونید از این طریق این کار رو انجام بدین که البته هزینه ای داره که باید به گوگل پرداخت بشه. بعد از اون این منو رو داریم. توی قسمت مای درایو اگر این قسمت کلیک کنم مشاهده میکنید وقتی اکسپندش میکنه هیچ چیزی رو به ما نمایش نمیده. به دلیل این هست که در واقع اینجا هیچ پوشه‌ای نداریم. اگر بخوایم یک مقایسه‌ای با کامپیوتر داشته باشیم، شما این مای درایو رو مثلا مثل یکی از درایواتون در نظر بگیرید. مثلا فرض کنید درایو دی باشه. شما برای اینکه این قسمت چیزهای دیگه ببینید باید یک سری پوشه ها رو اینجا ایجاد کرده باشین که به عنوان پوشه هایی هستن که به عنوان مثال در این درایو قرار میگیرن. بعد از اون کامپیوترز رو داریم که مربوط به کامپیوترهایی هست که اپلیکیشن گوگل درایو روشون نصب شده و میخوایم اونها رو سینک کنیم. از این قسمت شیر وید می فایل هایی رو میتونیم ببینیم که با همون شیر شده، بقیه دوستانمون یا مخاطبینمون یک سری فایل ها رو با همون شیر کردن. ریسنت فایل هایی که اخیراً اونها رو ایجاد کردیم و یا دیدیم میبینید به چه شکلی اینجا نشون داده میشن. گوگل فوتوز مربوط به کار با عکس ها هستش. استارت مربوط به فایل هایی هست که اونها رو ستاره دار و یا فیوریت کردیم که میخوایم در اینجا نمایش داده بشن. ترش هم مثل رایسیکل بین کامپیوتر هستش، فایل هایی که دیلیت کردیم در اینجا قرار میگیرن. اما حالا انواع فایل هایی که درون گوگل درایو هستن رو بررسی کنیم. من چند تا فایل اینجا براتون قرار دادم که این گزینه رو میزنم تا لیست ویو به من نمایش بده. مشاهده میکنید به عنوان مثال اینجا یک فایل با فرمت DOCX داریم که مربوط به فایل ورد هستش. فرمت های دیگه ورد هم مثل DOC وجود دارن که تمام اونها ساپورت میشه و در اینجا قرار میگیرن. همچنین میبینید دقیقاً با نام این فایل یک فایل دیگه داریم که در این بالا قرار گرفته اما دیگه این فرمت رو نداره. در واقع این فرمت مربوط به گوگل داکس هستش که فرمت فایل های گوگل داکس GDAC هست. میبینید فرقی که اینها دارن درون آیکونشون هست. این W به من نمایش میده که یک فایل ورد اینجا دارم و این آیکون به من نمایش میده که فایل من از نوع گوگل داکس هستش. از طرفی همین موضوع رو برای فایل های دیگه ی آفیس هم خواهیم داشت. به عنوان مثال اینجا میبینید یک فایل دیگه دارم که فرمت اون XLSX هستش که مربوط به فرمت نرم افزار اکسل هست. میبینید آیکونی هم که به من نمایش میده یک ایکس هست که نمایانگر این نرم افزار هستش. منتها در بالای اون باز هم یک فایل دارم که نامش یکسان هست منتها آیکون اون فرق داره که این آیکون مربوط به گوگل شیتس هستش. بنابراین فایل های اکسل درون سرویس گوگل درایو درون گوگل شیتس باز میشن. فایل های دیگه هم مثل اسلاید های پاورپوینت باز هم به همین شکل. اما نکته‌ای که وجود داره ما محدود به این فایل‌ها نیستیم. شما هر فرمتی رو که داشته باشین میتونین درون سرویس گوگل درایو آپلود کنید. اگر که گوگل درایو نتونه اونها رو درون گوگل داکس باز کنه و امکان ویرایش اونها رو به شما بده، حداقل مطمئن باشی که میتونه نمایشی از اون رو به شما نشون بده. به عنوان مثال فایل‌های PDF رو هم حتی میتونید اینجا آپلود کنید و بتونید اونها رو مشاهدهشون کنید. میبینید فایل عکس هم اینجا داریم، حتی میتونید فیلم و یا آهنگ آپلود کنید و هیچ محدودیتی از لحاظ فرمت فایل نخواهید داشت.